سلام به همه دوستان، من محمد رستمی هستم، تحلیلگر کمپ کریپتو، و امروز میخوایم در مورد تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. امروز جلسه اوله و میخوام یه تعریف خیلی 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 ساده در مورد تحلیل کنیم داشته باشیم، بریم جلوتر با سایت تریدین ویو آشنا بشیم. خب ببینید، تحلیل تکنیکال علمیه که باعث میشه مردم به صورت گله‌ای شبیه هم فکر کنن. بله، گله‌ای. به نظر بنده تحلیل تکنیکال رو کسانی درست کردن که بتونن ذهن اکثریت بازار رو بخونن، یعنی اومدن یه سری خط و خطوط برای ما درست کردن که ما ذهنمون از اون خارج نشه و همه شبیه هم فکر کنیم و بتونن با رفتارهای هیجانی سوپای هنگفت ببرن. چه کسانی؟ بزرگان بازار، مثل حالا توی بازار کریپتو مثل نهنگهای بازار، که بتونن به صراحتی بتونن که آقا استاپلاس شما اینجاست، حد سیوتون اینجاست، دقیقا میدونن چه اتفاقی قرار بیفته و دست شما رو میخونن. خب آیا تحلیل تکنیکال مفیده؟ بله، قطعا مفیده. چرا 95% افراد شاغل در بازار متضرر میشن؟ چون همه شبیه هم فکر میکنن. چرا 5% موفقن؟ چون اون 5% یاد گرفتن که شبیه همه فکر نکنن. شما باید تحلیل تکنیکال رو بدونین و بدونین چطور باید ازش به طور صحیح استفاده کنین، و بدونین که مردم دارن به این فکر میکنن که فرضاً بازار نزولیه، ولی میان یه سری شاخص ها شما بررسی میکنین سعودیه. و کلن این چیزی یادتون باشه، سعی کنین که خط فکری خودتون رو داشته باشین، مستقل باشین و از این و اون سیگنال نگیرین. سعی کنین خودتون تحلیل بکنین، متکی به خودتون باشین، و اگر هم قصد دارین از سیگنال دیگران استفاده کنین، سیگنالشون رو نگاه کنین ببینین خوب هست یا نه، رو سیگنال تحلیل کنین. صرفا آدمی نباشین که یه چیزی رو دریافت میکنه، خوراک دریافت میکنه، خودتون به فکر پختن یه چیزی باشین. یعنی اصطلاحا میگن که ما تو اینجا تو این دوره میخوایم بهتون ماهیگیری یاد بدیم، نه که ماهی بدیم. مثل خیلی از پیجای دیگه هستن که فقط میخوان یه کانال وی آی پی بذارن و بهتون ماهی بدن. نه، اینجوری نیست، و ما قصدمون اینه که بهتون تحلیل تکنیکال آموزش بدیم که بتونین خودتون کار کنین و انشالله که استفادهشو ببرین. خب دیگه خیلی پرحرفی کردم، بریم جلو. ما باید جز اون 5% باشیم، اون 5% موفق. خب تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال کدومش مهمتره؟ دقت کنین، دو تا تکنیکال هست، دو تا تحلیل کلن هست که فاندامنتال و تکنیکال. خیلی از دوستان تمرکز روی فاندامنتال دارن و خیلی ها روی تکنیکال دارن. به نظر من نه، دو تا بال هن مثل برای یک پرنده میمونن. شما باید هر جفتش رو بلد باشین. شما باید بتونین از تحلیل تکنیکال استفاده کنین، نقاط ورود خوب رو انتخاب کنین، و از فاندامنتال استفاده کنین تا بتونین رشدهای شارپی تو ارزا رو پیدا کنین. پس جفتشون خیلی مهمه. حالا فاندامنتال خیلی زیر شاخه داره، تو اگه ارزهای دیجیتال وارد بشین شامل مثلا آنچین میشه، اخبار فاندامنتالی که میاد میشه، تکنولوژی که اون ارز استفاده کرده میشه، خیلی چیزهای مختلف که حالا مثلا سهامداراش چه کسانی هستن، چند تا وال روش هستن، این چیزها رو باید برای فاندامنتال بررسی کنین که حالا ما در ادامه دوره بهش اشاره میکنیم و انشاءالله تو دوره های بعدی به صورت تخصصی بهشون میپردازیم. ما چند نمودار داریم؟ بذاریم اینو به صورت ببینیم. ما یه نمودار خطی داریم و یه نمودار کندل استیک. نمودار خطی چیه؟ نموداری که آخرین قیمت موجود رو میاد به هم متصل میکنه، آخرین قیمتی که در حال معامله بوده، و یه سری خطوط به وجود میاد که حالا مردم میان بر اساس اونا یه سری خرید فروش ها رو انجام میدن. ولی نمودار کندل استیک که خوبی که داره اینه که شما قیمت ابتدایی، قیمت انتهایی، آخرین قیمت که معامله شده، قیمت حالا قیمت‌های مختلف هم میتونید در کنار هم ببینید و میتونید بهتر تصمیم بگیرید که قیمت به سمت کجا میخواد حرکت کنه، و بر مبنای اون شکل و شمایل کندل ها هم روند رو تشخیص میدین که حالا بهش اصطلاحا پرایس اکشن گفته میشه. قبل از اینکه ما اصلا میخوایم دوره تحلیل تکنیکال آغاز بکنیم، ما میخوایم بریم و با سایت تریدین ویو آشنا بشیم. بریم در داخل سایت توضیحات اجمالی بدم تا
بیشتر باش آشنا بشیم تا بتونیم از سهل تکنیکالمون روی سایت هم استفاده کنیم. بریم. خب دوستان، اومدیم روی سایت tradingview.com. صفحه اول بدین صورته. حالا من این ذره زوم کنم که شما بتونین بهتر ببینید. قسمت داره به نام چارت که همون نمودارهای خودمونه. اگر بذاریم وارد نمودارها میشه، یه مارکت هست، شما میتونید قیمت‌های مختلف و حالا بر مبنای شاخص‌های مختلف مشاهده کنید. حالا میتونه مال بورس آمریکا باشه، مال فارکس باشه، یا مال کریپتوکارنسی باشه. یه قسمت داره نیوز که اخبار میتونید اونجا دنبال کنید. یه قسمت اسکرینر داره که حالا در آینده توی فیلم‌های تخصصی که حالا می‌کنیم بدیم بیرون بیشتر در مورد این قسمت توضیح میدیم که کریپتو اسکرینر چه شاخص خوبیه و شما چه استفاده های خوبی میتونید ازش بکنین. یه قسمت کریپتو هیت مپ داره که حالا اگر ببینین یه به صورت مستطیلی قیمت ها رو برامون نمایش میده که حالا قیمت بیت کوین اینقدر، اتریوم و حالا چیزهای مختلف رو که در کنار هم میتونین مشاهده کنین. بریم برسیم به قسمت چارت خودم. اگر رو چارت کلیک بکنیم وارد این قسمت میشه. من کاری با خط و خطوط ندارم. خب ببینین، به این میگن تریدینگ ویو. شما از اینجا میتونین کل نمودارها رو داشته باشین. سمت چپ یه سری ابزار هست که حالا جلوتر در موردش بیشتر توضیح میدم که حالا از اینجا میتونید خطوط رو بردارین، از این طرف میتونید شما فیبوناچی ها رو استفاده کنین، حالا برای مربع کشیدن، خط کشیدن و چیزهای مختلف از اینا میتونید استفاده کنین که حالا توی ادامه تحلیل تکنیکال کامل براتون توضیح میدم. هر ارزی بخواین سرچ بکنین از اینجا استفاده میکنین، هر ارزی بخواین اینجا میتونین سرچ بکنین و براتون بیاره. دقت بکنین که از چه صرافی استفاده شده، مثلا بایننس، کوکوین، چون اینا تو صرافی مختلف قیمتا با هم متفاوته. از این طرف تایم فریم هم میتونید انتخاب کنین، حالا در مورد تایم فریم بیشتر توضیح میدم تو قسمت های بعدی که کندل وارد بشه میان قشنگ تایم فریم رو براتون توضیح میدم که تایم فریم چی هستش. از این قسمت شما میتونید ببینین که نمودار ما چه شکلی باشه، لاین باشه، به صورت خط باشه، به صورت کندلز باشه، کندل های تو خالی باشه، هیکن آشی که یه نوع کندل خاص هست باشه، ولی ما از کندلز استفاده میکنیم. این قسمت کامپر که دوتا نمیداریم میتونید با هم مقایسه کنین. از این قسمت شما میتونید اندیکاتورها رو بیارین. از این قسمت شما میتونید تمپلیت برای اندیکاتوراتون بسازین. تو اینجا میتونید یه آلرت بذارین و یه قسمت ریپلای داره که میتونین برای بک تست گرفتن استفاده کنین. خب نکته که وجود داره تو این قسمت، ابزار خیلی زیادی هست، فقط چیزی که خیلی به دردتون میخوره این قسمت سه خط رو اگر بزنیم، قسمت واچ لیست هست. شما میتونین واچ لیست های مختلف برای خودتون درست کنین. البته چون من اکانت هم پولی هستش و پریمیر اکانت پرو هست، فکر میکنم پرو، بله پرو هست، میتونم اکانت یعنی واچ لیست با رنگ های مختلف درست کنم، ولی چون شما وقتی وارد میشین و ثبت نام میکنین فقط میتونین از این فلگ های قرمز استفاده کنین. خب شما از این قسمت اگر هر ارزی که مد نظرتونه میتونین اینجا مثلا فرضاً KCS، ببخشید فارسیه، KCS این مربع رو اگر بزنین به آخر لیست اضافه میشه. من نیازی بهش ندارم فعلا. میتونین واچ لیست مخصوص خودتون رو درست کنی. فرضاً مثلا من میخوام کاردانا رو یه بررسی بکنم، کاردانا همینجا که اگه مشاهده کنی کاردانا رو براتون میاره. کاردانا در بایننس در حال $1.18 در حال معامله است و یه سری اندیکاتور هاست که اینجا میتونین باش بررسی کنین ببینین چجوری. خب فکر میکنم حالا برای الان کافی باشه. در مورد تریدینگ کامل توضیح دادم که چطور کار میکنه، چی هستش و قبل از اینکه حالا تموم بشه یه توضیح کلی در مورد این نمودار بدم. ما اینجا دو تا شاخص داریم، یه شاخص قیمته و این قسمت هم تا
تاریخ رو برامون بیان میکنه و این قسمت تاریخه، این قسمت قیمته و این چیزهای ریزی که این پایین میبینین ولیوم یا حجمی که در حال خوردنن، یعنی مثلا فرضاً تو صرافی بایننس حجم به این صورت افزایش بده که به خاطر این کندل ها یا کم شده یا زیاد شده. پس این قسمت شد حجم، این قسمت خود قیمته، اینجا قیمت و اینجا هم تاریخ هستش. خب فقط من یه نکته قبل از اینکه تمام بشه ویدیو اشاره کنم که همیشه از قسمت لوگاریتمی استفاده کنیم و از حسابی استفاده نکنیم. در آموزش بعدی علتش رو کامل براتون توضیح میدم که حالا چرا باید از لوگاریتمی استفاده کنیم. موفق باشید.